علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای افشاری. همونطور که در فایل منتشر شده از فارس مطرح شده و شنیدین، قطعا صحبت از نگرانی حکومت از اعتصابات فراگیر به میون اومده و نگرانی از گسترش این اعتصاب‌ها. به نظر میرسه حکومت در مقابل اعتصاب‌ها کاملا ناتوان شده و اون سرکوب معمول هم جواب نمیده. به حال در خصوص باید توجه بکنیم که هم توان حکومت نسبی هست و هم قدرت جنبش انقلابی هم همینطور. بله، تا به این لحظه حکومت ناتوان بوده، هم از متوقف کردن کامل اعتراضات خیابانی و همچنین از اعتصابات، و به هر حال حالا هم در موضع‌گیری های عمومی و علنیه و هم خب قدرت خود تجمعات اعتراضی مستمر بزرگ و به هر حال سراسری و همچنین اعتصاب ها خودش خب یه قدرت ذاتی داره، اما در موضع‌گیری های علنی که مقامات جمهوری اسلامی داشتن، حالا این فایل های صوتی و حال لو رفته افشا شده یا اخیرا بولتن خبری که حالا مقام رسانه خبرگزاری فارس برای برخی از فرماندهان نظامی مثل سردار حسین سلامی آماده کرده بودن، این حراس و نگرانی رو میبینیم. منتهای مراتب این اعتصابات برای اینکه بتونه فلج بکنه، برای اینکه بتونه شاهرگ حیاتی امور اقتصادی و تجاری کشور رو تضعیف بکنه و یک فشار سنگین و غیر قابل تحمل رو به حکومت بیاره، خب طبیعتاً باید از سطح فعلی فراتر بره. بنابراین تا به این لحظه خب خوب بوده، توانمند بوده، ولی در اونجایی که بخواد به هر حال حکومت رو زمینگیر بکنه، اونها رو ناتوان از اداره امور کشور بکنه، فاصله داریم. آقای افشاری، ما تو همین حالا هم نشانه هایی از کمبود کالا در مناطق دور افتاده تر رو شاهد هستیم. کمبود بنزین در برخی مناطق مرزی و گاز مایع در زاهدان که تصاویرش رو پخش کردیم. آیا این کمبودها ممکنه به گسترش نارضایتی در قشری که تا اکنون تا حالا به اعتراضات نپیوستن کمک بکنه؟ خب این خیلی بحث به حال پیچیده ای هستش، یعنی همیه که شمشیر دو لب هست. واقعش اینه که اعتصابات خب وقتی گسترده میشه، خب وقتی که به حال دیگه امور جاری کشور دچار اختلال میشه، مثلا فرض بکنید در زمینه حمل و نقل سوخت، حمل و نقل کالاهای اساسی، خب این فشار میاد به خصوص به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه. یک تجربه که در انقلاب بود، خب وقتی که به حال اعتصابات گسترده در پالایشگاه ها و مراکز توزیع نفت و بنزین ایجاد شده بود، اتفاقا همین صحبت منتقل شده بود به رهبران وقت که اگر این کار بشه، خب خود این مردم و حال به خصوص مردم عادی و مردم محروم علیه انقلاب بودن. بنابراین اونها در اون مقطع در توافقی که با کارگران اعتصاب کرده داشتن، اونها به میزانی اجازه تولید رو دادن، فعالیت کردن، همکاری کردن، اون نیازهای حداقلی جامعه برطرف. الان هم به نظر میاد همینطور است، منتها چون هنوز این و جنبش انقلابی در سطح رهبری خودش به یک انسجام و یا هماهنگی نرسیده که بتونه این برنامه ریزی ها رو بکنه، خب به حال کار راحت نیست، دشواری های خودش رو داره، ولی در نهایت باید اعتصابات به صورت هدفمند، کنترل شده، برنامه ریزی شده، متوازن جلو بره که فشار اصلی رو به حکومت بیاره و در این حال هم مانعی و اخلالی برای تأمین نیازهای حداقلی رفاهی و معیشتی مردم، به خصوص اقشاری که در نقاط پیرامونی هستند، در روستاها هستند، در شهرهای کوچک هستند و قدرت مالی ضعیفی دارند. بله، خیلی ممنونم از همراهی شما.